دوستان اگه سکوت رو را دلیل زیغ وقت دعوت میکنم از جناب آقای دکتر عظیم شهبخش ریاست محترم دانشگاه تربیت دبیر ایران شهر و استاد محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان ازشون دعوت میکنیم. تلف رو بالغ شناسایی کرد و از درون این منابع برحال رفت و بنیانهای یک ملت رو، یه مردم رو شناخت. این منابع میتونه تاریخ باشه، اسناد تاریخی از سنگنوشت ها گرفته تا کتاب ها و اشعار حماسی، اسطوره این مردم، زبان این مردم، آداب و رسوم این مردم. اکثر صاحب نظران راجب بلوچ ها، ساکنان بومی این مردم رو پیش از مهاجرت آریایی ها دراویدی میدونند. خب پس معلوم شد که بلوچ ها مهاجر برای های امروزی که اتفاقا خودشون رو یکی از بلوچ ها میدونن، یکی از سوابق بلوچ ها میدونن، اگه بیم غیر بلوچ هم خیلی هم ناراحت میشن، زبانشون یکی از زبانهای دراویدیه، هیچ ارتباطی به زبانهای آریایی که زبان بلوچی یکی از زبانهای آریایی است ندارد، هرچند که وانواژه های بسیار زیادی در زبان براوی از فارسی و بلوچی و همینجور سایر زبان‌های هند و آریان مثل لهندا، مثل سرایکی و زبان‌های دیگه وجود دارد. هرودوت که به هر حال به عنوان پدر علم تاریخ مطرح است، ساکنان مکا که در کتیبه بیستون جد بزرگوار داریوش اومده و 23 ساتراپی ایران هست، اینها رو میکویی میخوانه. شاید همین نام، شاید ببینید هیچ چیز قطعی نیست، یاد بگیریم که دیگه نگیم قطعا اینجوریه، شاید دو تا چهار تا هم فردا قطعی نباشه، هم چیز نسبیه، پس یه شاید احتمالا همین قوم اسم خودشون رو بر روی منطقه جنوب بلوچستان، چه در این قسمت در خاک ایران اسلامی، چه در بخشی از پاکستان به نام مکران، رانم که میدونید پسوند اسم مکانسازه، مثل شیمران، مثل باهران و و. در دوره ساسانیان برای اولین بار از این قوم مطلع هستیم در کتاب شهرستانهای ایران که به صورت جمع بلوچان آمده است، ولی این منبع به درستی جایگاه این قوم رو معرفی نمی کنه. از این منابع که بگذریم، بهترین شرح راجع به این مردم فردوسی در دو بخش اساطیری و حماسی شاهنامه در اختیارمون میگذاره، شعری که اشعاری که خودتون بلدید، مثل گزین کرد از آن نامداران سوار، دلیران جنگی 10,000 هم از پهلو و پارس و کوچ و بلوچ، زگیلان جنگی و دشت سروج، سفرور پیاده 10,000 گزین کرد شاه از در کارزار، از ایران هر کس که گوزاده بود، دلیر و خردمند و آزاده بود. و جای دیگه که جنگ که خسرو هست علیه افراسیاب، استاد دوست می‌فرمایند که پس گستن اشکش تیزگوش که با زور و دل بود و با فر و هوش، یک گرزدار از نژاد همای، به راهی که جستیش ببودی به پای، سپاهش سگردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ و برآورده خوچ، یا بعضی میگن خوچ، کار ندارم، ولی آخر. یا در دوران اساطیری زمانی که خسرو از چین داره بر میگرده و به شاه مکران که احتمالاً بلوچ هم نیست میگه که به هر حال سیروسات سفر رو من آماده بکن، شاه مکران درشتی میکنه و که خسرو هم گوشمالیش میده، بیامد تو نزدیک مکران رسید، اما مکران زلشگر جهان دیده‌ای برگزید، بر شاه مکران فرستاد و گفت که با شهریاران خرد با جو خورش ساز راه سفر.